خمینی برای مهار کردن مجدد اوزا و به تصویب رساندن قانون اساسی ولایت فقیه در دوازده آذر پنجاه و هشت درست یک ماه قبل از آن در روز سیزده آبان به گروگانگیری در سفارت آمریکا مبادرت کرد هدف چنان که بارها سردمداران رژیم و دستندرکاران درجه اول گروگانگیری گفتند از دور خارج کردن مجاهدین و لیبرالها، یعنی دولت بازرگان و در بنبست قرار دادن آنها در برابر دست پخت خبرگان در آستانی رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه بود خمینی با دجالیت گروگانگیری را انقلاب دوم خواند تا در زیر پوشش ضد استکباری و ضد امپریالیستی به ثبت دادن دیکتاتوری دینی در قانون اساسی بعد از انقلاب ضد سلطنتی تحت و شعا قرار بگیرد و کسی نتواند در برابر آن به مخالفت برخیزد و سینه سپر کند کارکرد دجالگرانی شعار مرگ بر آمریکا برای فاشیسم دینی آنقدر حیاتی و تعیین کننده بود که حتی همین آقای میر حسین موسوی در مقام نخست وزیر خمینی تا شهریور سال 67 یعنی پس از آتش بس و پس از قتل عام زندانیان سیاسی هشدار میداد در شرایط جدید و بعد از جنگ باید بسیار دقت کنیم اهداف و شعارهای انقلاب نباید تغییر کند زیرا شعار مرگ بر آمریکا مهمترین ابزار برای مقابله با گروه های کمونیستی، مائویستی و منافقین بود و شعار مرگ بر آمریکا بیش از دستگاه های اطلاعاتی در از بین بردن این گروه ها نقش داشته است. اما مجاهدین بیدی نبودند که با این بادها بلرزند درست ده روز بعد از گروگانگیری و یک روز قبل از پایان کار خبرگان ارتجا در سال پنجاه و هشت مجاهدین در روز بیست و سه آبان در یک تلگرام فوری با خبرگان ارتجا اتمام حجت کردند و با مشخص کردن مواردی که باید وارد قانون اساسی شود نوشتند در این میهن نسل مشتاق و بخون نشستهی چشم انتظار است که حتی با صرف نظر کردن از نحوه انتخاب و ترکیب گروهی آقایان و طول مدت قانونی وکالتشان یک ماه چنانچه این موارد در نص قانون مراعات نگردد از دادن رأی مثبت به آن معذور هستند تحریم رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه به مسابه نفی آشکار اصل ولایت فقیه از سوی مجاهدین به عنوان نیروی اصلی اپوزیسیون و مخصوصاً به عنوان تنها نیروی جنگنده انقلابی با ایدئولوژی اسلام در روزگار شاه برای خمینی بسیار سوزناک و دردآور بود مهمترین مواردی که مجاهدین بر آن انگشت گذاشتند که باید در قانون اساسی وارد شود و برای خمینی تلخ و گزنده بود عبارت بودند از تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمینند و اراده خود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد انقلابی و اسلامی بیان می کنند. اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی اعاده حقوق همه ملیت ها و اقوام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلیشان در چارچوب تمامیت ارضی خدشنا پذیر کشور تضمین آزادی همه احزاب و گروه ها تا مرز قیام مسلحانه که تنها معنی واقعی کلمه چند پهلوی توطعه است بله خمینی کور خوانده بود پاتک مجاهدین در قدم بعد تشکیل و تأسیس میلیشیای مردمی در برابر سپاه پاسداران ارتجا بود بعدها رژیم چریک های نیمه وقت مجاهدین را پانصد هزار تن برآورد می